با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان کانال تنین تی. لحجه که الان در من وجود داره اینه که یه فازیه، یه هفتهیه که توی خونه ما را افتاده. بچه های تلگرام هم ازش خبر دارن. اگه کانال تلگرام منو فالو داشته باشید، وقایعی که اتفاق میفته رو زودتر با خبر میشید. داریم میریم لب دریا. داریم میریم لب دریا یکم پیاده روی کنیم. یه کافه خیلی خوشگل پایین خونمون هست. میخوام اونجا رو بهتون نشون بدم. خلاصه برنامه دوباره خود شمالی شد. برنامه آخر هفته است. و اینکه آرمان و روشنک بالاخره دارن میان. باور نکردنیه نه؟ بچه های شمالی از دست من ناراحت نشینم، من دقیق بلد نیستم. اگه فکر کنید که بد حرف زدم، یه پسر بچه افتاد زمین. او نگیر باباش خاطر، وای گریه کرد. این تنین هیچ وقت این دوربینو به شارژ نمیزنه و اینی که میبینید من منبع تغذیه دوربینم. پاوربانک خالی نمه، پاوربانک تو جیبمه، من دارم به دوربین نیرو میدم از طریق این سی. محمد آقا اصلا شیرتی پیرتی دیگه. محمد آقا کسی به شما نگفته که هودی کلادر رو با پافر کلادر نمی پوشن؟ خب چیکار کنم اگه این پافر کلاش در میاد؟ نه دیگه، اینو این کلاه هودی رو بده زیر پافر. شما چرا الکی میخوای لهجه تو کنترل کنی؟ نمیدونم دارم، شاید بچه ها خوششون نیاد. باشه منم دیگه سعی میکنم که تمومش کنم، ولی به خدا دست خودم نیست. واقعا دست خودم نیست بچه ها. میدونی انقدر تو خونه با دوستامون این شکلی صحبت کردیم، بعد وقتی دارم جدی صحبت میکنم مثلا با یه شخصی که خیلی باهاش رو درواسی دارم، آقا الان وقت رد شدن بود این از ذهنم میپره، لهجه دار باهاش صحبت میکنم. بعد میپرسن که تنی خانم مگه شما شمالی هستی؟ بعد میگم نه بابا من یزدیم، اصالتا بابام یزدیه، دوست دارم شمالی‌ها رو، خیلی دوست دارم. یه تایمی هم اصفهانی بودم، یادت میاد؟ ایرانی صدای ایرانی، ما ایرانی میبینیم استرس میگیریم. آره استرس میگیریم واقعا. میتونم اونو هنگر بخونم؟ بادم اگه میار نباشی خیل بومه، من عادل بومه، گنگ سر شهر عامر بومه، عرق سگی خرمه، مسل کل بومه. اینجا تابستونا پر تخته بچه ها، این تخت میچینن که مثلا مردم میان آفتاب میگیرن، ولی دیگه از پاییز به بعد کلن جمع میکنن. همین بیا یه بازی کنی، تو میری اونجا وای میستی، خب موج بعدی رو حدس میزنی که تا کجا میاد، نباید به کپشت بگیره خیس باشه، هرچی نزدیک تر باشی برنده ای. من میام اندازه میزنم، بعد نوبت من میشه، برو دیگه بعد این اینم بیا بعدی رو میرم. اوه خیلی بود، بعد این نامردی بود، خودت انتخاب کردی. پس یهو دیدی یهو من بازی متوجه شده بودم، قوی شد بردم. یام دنبالت. عکسزا میگیری؟ نگفتی عوضی میدونستی؟ نه من خودم رفتم تو آب، نگاه کن. اومدیم چراغاش خاموش بود، بچه هم به خاطر اینکه بیشتری ها تو فضای بیرون نشستن، بعد تا دید ما دوربین دستمونه چراغ رو روشن کرد، غذا چی انتخاب میکنی؟ سهم من و محمد همینه بچه ها. من سوسیس های اینجا رو اصلا دوست ندارم و این پر از سوسیسه. مخلوط دیگه ها؟ این مخلوط نیست، خیلی چهار تا سوسیس انداخته رو. منم دوست ندارم، امیدوارم ولی اینو دوست داشته باشه. خوبه، دوست دارم.
چه چیزایی باعث خنده عمیق تو میشه؟ مسخره بازیای تو. میدونستم. واقعا تو مسخره باز در میاری. از ته دل میخندم. اصلا کلا تو فقط من میتونی بخندونی. بقیه هم میتونن ها، ولی تو خیلی بهتر میتونی. آره. چون میدونم از چی خوشش میاد. جواب سوالو میدونستم. فقط میخواستم که بپرسم شما هم اطلاع داشته باشی. اگه زندگیت یه فیلم بود چه اسمی میذاشتی روش؟ خیلی سخته. نمیدونم. سوال اسمشو میذاشتم تکامل. یعنی چه اسم خفنی؟ اوه یه توضیح میخوایی راجبش بده. توضیح نمیتونم بدم. اگه اسمتو میتونستی عوض کنی چی میذاشتی؟ من اسمم میذاشتم رخساره. یه فیلمی بود میترا حجار بازی کرده بود توش با شهاب حسینی قدیم. من از بچگی که اون فیلمو میدیدم همیشه دوست داشتم اسمم رخساره بود. من اسمایی دوست داشتم که مثلا انگلیسیش باحال شه، مثل کیوان. یه کی بذاری یه وان. واقعا؟ یا مثلا تیوان. تیوان مگه اسمه؟ نه دیگه، ولی یه تی میذاشتیم یه وان. تو فقط به نوشتنش فکر میکنی؟ و آیدی مثلا اینستاگرام و پیج. واقعا برات مهم. متاسفم. ببین دیروز که اصلا دیگه نتونستم ویدیو بگیرم وقتی آرمان و روشنک دیدم، پس الان یعنی ما روز بعد دیروزیم و میخوام بهتون نشون بدم دوتا آدمی که رفته بودن اصلا خبری از خودشون نبود. سلام قربان شما، سلامت باشید. واقعا ولی دلمون برای تو خیلی تنگ شده بود. حالا محمد کمتر تنه میشه. نه به خدا من گریه کردم به خاطر اینکه شما چیزی محمد گریه میکنه. بابا چقدر دلتنگ این داره عشقی. این لوسایی که میبینی اون طرف دوستمون داره پیاز داغ میکنه. خیلی هم پیاز داره داغ میکنه. اورانیوم داره داغ میکنه. آبجی الان باز داره برامون شام درست میکنه. بله من عذرخواهی میکنم، خیلی دلم دارم بود. من تا حالا قیافاتو ندیده بودم این شکلی که نشون بده به دوربین. نه داری الکی نه واقعا خوب ندیده بودم چشاش قرمز شده. میاد اینا ها بچه‌ها تو ایران اینترنت نداشتن، یعنی ما حرف کنم 10 روز یه بار باهاشون حرف می‌زدیم و خیلی دلتنگیمونو بیشتر می‌کرد. متأسفانه لوکیشنایی که می‌رفتیم اینترنت اصلا نداشت و اینترنت هم که کلاً آره دیگه داستان. ببین من نمیدونم فکر کنم وی پی ان فروشه میکرد تو پاچم. هیچی نه جز ایمو، فقط با ایمو با هم در. آره اونم بعضی وقتا اصلا یه جایی بودن که اصلا نت نداشته، مثلا آنتن نداشته. میگه وی پی ان فروش صدام کردی، از راه دور نگاه کردی، منم تو رو صدات کردم، تو هم منو نگاه کردی. وی پی ان فروش دیروز تا بچه‌ها رو دیدیم انقدر نشستیم حرف زدن، انقدر دلتنگ بودیم که من اصلا دیگه یادم رفت دارم ویدیو میگیرم. بچه‌ها خیلی دلتنگتون، یعنی هر ویدیویی که ما میذاشتیم میگفتن آرمان روشنه کجا؟ من خاکم او چاکرم. من میتونم برم؟ نه برم از بین میرم. من مامانم بعد یه سال دم خیلی واقعا من خوش برم. آره. من حالا بیشتر دلتنگ شدم. کاش بر نمیگشتم. اینکه میبینیش بعد مجبوری جداشی خیلی بدتر. من مامانم وقتی اومد اینجا من این حسو داشتم. حالا اب نداره. واسه اینکه خانواده‌هاتون نبینید. اتفاقا من روشنه گریه پیازه؟ گریه گریه مادره این. من گریه پیاز نیست. گریه مادره. گریه مادره. من اینجام دیگه. من به جای مادره. تو عشق من. خدا چه میشه؟ سعی کنید کلن فراموش کنید بچه ها خانواده هاتون رو. بابا سعی شو. این کلن حل مسئله رو؟ نه. صورت مسئله رو پاک میکنه. صورت مسئله رو کلن. صورت مسئله که استفاده نکن. تنی تو جمله ها. ضرب المثل بودی؟ مرسی. خیلی دلم تنگ شده بود برای این حمایتات. من عاشقت. ممنونم. پس از این به بعد بیشتر میبینیمتون. 100 درس. مطمئن باش. منو به سر خودم خیلی شیریم شید شدیم. شیریم شید میدونین یعنی چی؟ شیرین شید؟ شیریم شید. شیریم شید. یه آدم لوس و یه آدم نچسب. تفلون خودمون میشه. آره تفلون یکم فکر کنم چیزش بطره. میشه درصد آفرین بدتره. شیریم شیت. شیریم شیت. شیریم شیت. خودت شیریم شیت. همه تو شیریم شیت. آرماینا که از تهران اومدن مامان من چند تا چیز بر من فرستاده، میخوام اونا رو بهتون نشون بدم. که
اینو یادم رفت با اون لباسه بپوشم، این مثل که اضافه کانوا بوده. این خیلی قشنگه، میتونی تو آینه خودتو نشون بدی به بچه ها. خب مرسی. این اینجا نشسته بود که به من نظر بده راجع به لباسه. تو کدوم بیشتر دوست داشتی؟ همین. آره بچه، این خیلی خوبه، خیلی اینو دوست داشتم. واقعا مادر هنرمندی دارم، علاوه بر اینکه واقعا مادر خوبی دارم. آ واقعا مادر خوبی داری تنیجان. آره اینو راست میگه، اینو همه میگن. این من حقیقت میگم، بقیه و من بس دیگه. از اونجایی که من غذا درست کردن دوست ندارم، آقا ارمن خرموشنک خیلی بیسر سده. هر دفعه دوستم میاد خونه ما، میدونه که من آشپزی دوست ندارم، تمام غذاهای خوشمزه رو درست میکنه و ما خواهش میکنم و ما عاشق دستپختشیم. اسم دوستم فریماه بچه ها، واقعا اسم دوستم فریماه بچه ها. آش هنو نایمده داری شروع میکنی ها. عدسی امشب هم دیگه غذا درست نکردم، یعنی وقتی فریما میاد من عروسیمه. جا داره اینجا ازش تشکر کنم واقعا. فریما جان ممنونم ازت، دوست خوبم، تو همیشه میای غذاهای خوشمزه بر من درست میکنی. اینجایی که هستیم با لباس فرم میرن یا با لباس معمولی هم میشه رفت؟ محمد بدیم بیرون. خدافظ. سوال کلی پرسیدی. بابا این چه سوالی هستن؟ تو تو جاسوس داری؟ آره دیگه. تنین صخره یا کوه؟ صخره. دفتر یا کتاب؟ دفتر. بابا این ظرف دیگه؟ نه دیگه، تو چطور فکر می‌کنی؟ اصلا یه فکر کنی دیگه. نه بعد نگارش می‌داشتی. عکسی داری؟ اصلا فکر کن. عادی. اصلا نمی‌تونی بگی. دخمه؟ اینو تو میمونه زرنگه. آفرین. صفا یا صدرا؟ صفا. از کی میبرسی؟ آره فیل یا اسب؟ خب فیل. عجیبا گره عمری بود. چی گفت؟ قدیمی ها جایتا چی گفت؟ ترین داره یه ریز آمار. آره میگیره. چی گفت؟ چرا؟ من نبردم سوال فریما رو و میان جدیه. من مطمئن شدم مهدی نیست، فریما نیست، آرمان نیست. ترین هم فکر کنم تو سوال چی بود؟ برای مهدی من به مهدی رای میدم. دو رای. برای فریما صفر رای. برای روشنک صفر رای. برای آرمان صفر رای. برای من صفر رای. برای تنی سه رای. تنی جا کلمه رو بگو. صحافی مهدی بود. مطمئن من الان به تو دوباره رای دادم. واسه چی رای دادی به اون؟ باز باز سه نفر دوستان من و مهدی بردیم. من دو تا جاسوس قوی باشه توی این چالش هم پیروز شدم. با این که من رفتم بیرون من یارم بازی رو تا آخرش برد. مهدی رای ندادی؟ من اصلا گیج شدم.